سلام شنبه 28 اسفند 95 18 مارچ 2017 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه رامین کریمیان پژوهشگر و مترجم علوم اجتماعی همکار آقای مراد سقفی در نشریه گفتگو هم دیروز در منزلش بازداشت شد هنوز هیچ خبری از علت دستگیری این دو فعال رسانه‌ای و چهره فرهنگی در دست نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای منتشر کرده دستگیری‌های اخیر فعالین رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران رو محکوم کرده و از وضعیت سلامتی روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده به خصوص هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی که هر دو اعلام اعتصاب قضا کردند محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در نامه که در کانال تلگرامی خودش هم اون رو منعکس کرده خطاب به آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه از بازداشته مدیران شبکه های تلگرامی توسط سپاه ابراز نگرانی کرده در و شاعبه انتخاب، دخالت سپاه در انتخابات رو مطرح کرده و خواستار بیطرفی سپاه در انتخابات شده موضوع دوم این که در بیمارستان کتالم واقع در رامپ سر استان مازندران پنجاه نفر از پرسنل شب عید تعدیل شدن از کار برکنار شدن این موضوع منجر به تحسن کارکنان بیمارستان دیروز شد فرماندار و مسئول مربوطه از دانشگاه آزاد اسلامی که بیمارستان زیر نظر این دانشگاه قرار داره در جمع متحسنین صحبت کردن به گفته یه مسئول بیمارستان در دانشگاه آزاد دو میلیارد تومان در سال کسر بودجه دارند و باید پرسنل رو کم بکنن او گفته که تقاضای کمک هم کردن ولی کسی به اونها کمکی نکرده اوپک در آستانه شکست شدن توافقش قرار گرفته به گزارش رویترز عربستان تولیدش رو بالا برده به بیش از ده میلیون و, و یازده هزار بشکه در روز بالاتر از توافقی که در اوپک کرده بوده همینطور عراق و امارات هم افزایش تولید دادند و روسیه هم اختار کرده که در صورت ادامه روند فعلی از توافق خارج خواهد شد قیمت نفت به زیر پنجاه دلار هم سقوط کرد و به این ترتیب دوباره مسابقه افزایش قیمت افزایش تولید و کاهش قیمت شروع میشه موضوع سوم این که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در توضیح حمله بی سابقه هوایی اسرائیل به خاک سوریه عنوان کرده که این کار رو برای حمله به تسلیحات ارسالی برای حزب الله لبنان صورت داده گفته میشه که این کار بعد از ملاقات آقای پوتین و نتانیاهو توافق شده بوده و در واقع چراغ سبز روسیه را هم اسرائیل برای حمله به مواضع حزب الله در اختیار داشته بعدی جمیل همیه از فرماندهان حزب الله لبنان در سوریه کشته شده احتمال زیاد در همین حمله هوایی اسرائیل کشته شده ولی حزب الله لبنان خودش میگه که در قنیتره کشته شده و میخواد که در واقع نپذیره که در حمله هوایی کشته شده در یمن هم حوثی ها با کاتیوشای ساخت ایران به مسجدی در اردوگاه طرفداران دولت در نزدیکی صنعا حمله کردند که دست کم 26 کشته بر جا گذاشته معاون سازمان امنیت ملی امریکا عنوان کرده که ایران جزو پنج کشور اصلی تهدید کننده سایبری است آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا در کره جنوبی به نقطه نزدیکی نقطه سفر مرزی کره شمالی هم رفت و در اونجا کره شمالی رو تهدید کرد به اینکه ممکن است امریکا دست به حمله پیشگیرانه بزنه گفته میشه این کار آقای تیلرسون قبل از ملاقاتش با وزیر خارجه چین بیشتر برای فشار وارد آوردن بر چین وزیر خارجه چین البته واکنش نشون داده و امریکا رو به خیشتنداری دعوت کرده ملاقات خانم مرکل و آقای ترامپ هم دیروز صورت گرفت مذاکره که به گفته خبرگزاری ها چندان موفق نبود اختلافات بر سر تعرفه های تجاری که آقای ترامپ میخواد با است البته بر سر ناتو به نظر میرسه توافق ضمن اینکه مفسرین معتقدند آقای ترامپ در آلمان به شدت نامحبوبه و خانم مرکل که ماه سپتامبر انتخابات در پیش داره سعی کرد که فاصله خودش رو با آقای ترامپ حفظ بکنه اما موضوع آخر اینکه جناب اردوغان نخست وزیر ترکیه فرمودند خطاب به شهروندان ترک ساکن اروپا که به جای سه بچه پنج بچه بیارید این آینده اروپا از آن شماست جناب جلیلی هم در مشهد فرمودند که مشهد باید به جای پاریس مرکز فرهنگی دنیا باشه حتما با آقای علم این کار عملی میشن که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی